سلام بچه ها، به کانال ورد آف تنکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست جالب در مورد مجازات های شدید بازی ها برای پلیر ها آماده کردم. شماره 10، سینت رو. خب درسته که همه بازی سینت رو با جی تی ای مقایسه میکنن و انصافا هم که نسخه اول اون شباهت های زیادی به جی تی ای داشت، اما با این حال توی این بازی هم از سیستم های استفاده شده بود که نسبتا جدید بود، یعنی حداقل اونا سعی میکردن در بعضی از قسمت ها خلاقانه عمل بکنن. از جمله اینا میتونیم به سیستم وام گرفتن اشاره بکنیم. البته وام گرفتن که نمیشه بهش گفت، نزول کردن، چرا که یه گروه خاص توی بازی سینت رو وجود داره که شما هر موقع خواستید میتونید برید پیش اونا و بعد ازشون درخواست پول بکنید که اونا هم بهتون میدن، اما شما یک فرصت دارید تا اون پول رو با سودش بهشون برگردونید. وقتی دارید به اون تاریخ نزدیک میشید، اونا چند بار بهتون زنگ میزنن، اما اگر بیخیال پس دادن این پول بشید، اونا بیخیالتون نمیشن، اونا کلی آدم میفرستن تا شما رو بکشن. آره، رسما شرخر میاد دنبالتون که خب البته شما میتونید با اونا مبارزه بکنید و بکشیدشون، اما موضوع اینجاست تا زمانی که شما پول رو پس ندید، اونم با سودش، این دوستان تا آخر عمر دنبالتون میان. شماره 9، فالات 2. همونطور که میدونید همین دیروز بالاخره سریال فالات عرضه شد که خب اونقدر اون چیزی نبود که انتظارش رو داشتیم. تجربه چندان باحالی به شما منتقل نمی‌کنه، برعکس بازی فالات 2 که یکی از بهترین عناوین این فرانچایز به حساب میاد. خب یه نکته ای در مورد خلافکارا وجود داره، بهتره که زیاد باهاشون درگیر نشید، میدونید نخواهید اونا رو تهدید بکنید، چرا که بعض وقتا ممکنه تأثیر برعکس بذاره. مثلا توی بازی فالات 2 یه دکتری توی شهر والت سیتی وجود داره که شما میتونید برید پیشش، اون شما رو درمان میکنه و درصد رادیواکتیو بدنتون رو پایین میاره، اما بعد از اینکه شما برای اون یک کوست انجام میدید، متوجه میشید که اون مواد مخدر قاچاق میکنه که شما میتونید تهدیدش بکنید، بهش بگید اگر میزان مشخصی به شما پول نده این قضیه را میرید به همه میگید تا اون دستگیر بشه، که خب یارو قبول میکنه ولی خیلی کینه ای تر از این حرفاست. بعد از این اتفاق منطقا بهتره دیگه پیش اون نرید، اما پلیرهایی که دوباره رفتن بشه این یارو بعدش درخواست کردن که مثلا هلثشون رو زیاد بکنه یا درصد رادیواکتیو رو بیاره پایین، اون بهشون آمپول هوا میزنه، بله، و بعد بهشون میگه شما 5 ثانیه فرصت دارید تا زنده بمونید و دقیقاً همچین اتفاق میفته، کاراکتر شما میمیره. شماره 8، اناکرانکس. خب نمیدونم با آیان استودیو آشنایی دارید یا نه، اما خیلی هستن که این استودیو رو با دو تا بازی معروف میشناسن. اولیش که خب دیوس اکسه، آره اونا سازنده اولین بازی دیوس اکس به حساب میان، و از اون طرف بازی دایکاتانا که خب میدونید یک شکست خیلی خیلی بزرگ بود، اما اونا یه بازی دیگه هم دارن به اسم اناکرانکس که به نظر من توی دوره خودش سایبرپانکی به حساب میامن. آره یک RPG نسبتاً باحال میتونه باشه، ولی خب بریم به مجازاتش اشاره بکنیم چون به نظر من یه ذره عجیبه که این بازی هم اگر شما کاری خلاف بکنید، میدونید شهروندای معمولی رو بکشید و یا اینکه دزدی بکنید، پلیس میفته دنبالتون و در واقع شما یک شهروند قانون گریز میشید که مردم اونقدر باهاتون خوب برخورد نمیکنن، خیلی از مغازه‌دارا بهتون چیزی نمیفروشن یا اینکه چیزی ازتون نمیخرن. اما از اون عجیبتر مربوط به فاحشه‌ها داخل این بازی میشه، چرا که رسما کار خودشون غیر قانونیه، اما دیگه به شما سرویس نمیدن. وقتی باشون صحبت بکنید میگن نه ما با آدمای خلافکار کار نمیکنیم، همینقدر احمقانه. شماره 7، بولی. همونطور که میدونید بولی توسط راکسار درست شده. خب توی بازی های جی تی ای اینطوری که وقتی شما خلاف میکنید پلیس میفته دنبالتون، یا دستگیرتون میکنه یا اینکه شما رو میکشه، انقدر گلوله بهتون شلیک میکنه تا در نهایت از بیمارستان سر در بیارید. خب قطعا همچین چیزی داخل بازی بولی امکان پذیر نیست، چرا که شما در نقش یک نوجوان داخل یک مدرسه هستید. خیلی از کارهایی که شما انجام میدید اونقدرا میدونید عواقب خاصی نداره، اما اگر شما دیگه پاتون رو از گلمتون بیشتر دراز بکنید، میدونید مثلا به کارمندای مدرسه بپرید و بخواید به اونا ضربه بزنید، اون موقع است که اول از همه میفرستنتون دفتر مدیر، اون یارو صحبت میکنه در مورد اینکه چقدر رفتار شما بده، و بعدش هم شما مجبورید یک سری کار مزخرف انجام بدید، مثلا برید چمنهای مدرسه رو کوتاه بکنید، یعنی رسما اینطوری که شما رو میفرستن دفتر مدیر. شماره 6، مگامن لجندز. همونطور که میتونید بیشتر شما بازی های مگامن رو با اون عنوان های دو بعدی ساید سکرولر میشناسید، اما برای اولین بار این فرانچایز با بازی مگامن لجندز به دنیای سه بعدی رفت که انصافا بازی بدی هم نبود و یک اوپن ورلد کوچیکی داشت که شما میتونستید توش فعالیت های مختلف انجام بدید. شما توی این بازی میتونستید یک ربات نایس باشید، به بقیه کمک بکنید، و یا اینکه نه یک عوضی باشید،
میتونید به هیچ کس کمک نکنید، حیوانا رو بزنید و از اون بسر توی یک کوست خاص سعی کنید پول رو بدوستید. وقتی شما سارقای بانک رو دستگیر کردید میتونید پول رو به بانک برگردونید و یا اینکه اون رو برای خودتون بردارید. اما موضوع اینجاست، اگر شما سعی بکنید از این روش‌های ناجوانمردانه و یا میدونید غیرقانونی استفاده بکنید، رنگ کاراکتر شما کم کم تغییر میکنه، یک حالت سیاه طوری میشه که داره بهتون نشون میده این کارهایی که شما دارید انجام میدید چندان خوب نیست. جمعی پنج اسکایریم. خب میدونید که مجازات شدن توی بازی های Elder Scrolls چطوریه. اگر شما دزدی بکنید یا چه میدونم کسی رو بکشید، اون نگهبانا سراغتون میان و بعد یا شما میتونید بهشون پول بدید و یا اینکه بیفتید زندان. خیلی ساده و معمولی اینطوریه که از اون کسی که دزدی کردید معمولا دنبالتون میفته، بقیه چندان کاری باهاتون ندارن. اما میدونید بدترین جرمی که شما میتونید توی بازی اسکایریم انجام بدید چیه؟ اینکه یک مرغ رو بزنید. اگر به صورت کاملا تصادفی به یک مرغ ضربه بزنید، اون رو بکشید یا هر چیزی، کل شهر دنبالتون میکنه، انگار که اون مرغ‌ها داخل بازی اسکایریم به شدت مقدس هستن. یعنی شما اگر مهمترین کاراکتر شهرها رو هم بکشید اتفاق خاصی نمیافته، تهش زندان میافتید و یا اینکه فقط سربازا دنبالتون میکنن. ولی خدا نکنه اگر بخواید به یک مرغ ضربه بزنید، کنتوری کل اسکایریم میافتن دنبالتون. شماره 4 روم فکتوری. خب بازی روم فکتوری شاید در نگاه اول یک RPG ساده به نظر برسه، اما یک جورایی دیتینگ سیمولیتور هم هست، چرا که شما با کاراکترهای مختلفی میتونید وارد رابطه بشید و حتی باشون ازدواج بکنید. اما در کمال تعجب این بازی بهتون اجازه میده که در حالی که شما مزدوج هستید هم با بقیه سعی بکنید وارد رابطه برید، آره یعنی به پارتنرتون خیانت بکنید. خب اگر همچین کاری رو انجام بدید، اول از همه که پارتنرتون مچ شما رو میگیره و بعد رسما از خونه میندازتون بیرون، یعنی دیگه نمیتونید به خونه خودتون برید و جایی سیف کردن ندارید، باید برید یک خونه جدید بخرید. از اون گذشته هلث و مانای شما میاد روی 1، یعنی رسما به مدت چند روز هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. شماره 3 اورکوست 2. خب تا الان چیزایی که بهشون اشاره کردیم مواردی بودن که شما داخل بازی‌های سینگل پلیئر میتونستید اونا رو رعایت نکنید و بعد قانون میافتاد دنبالتون، ولی توی بازی‌های مالتی پلیئر کلاً فرق داره، چرا که دزدی کردن و یا کشتن NPC ها چندان توی بازی‌های مالتی پلیئر و یا همون آنلاین مهم نیست. شما اگر تقلب بکنید از خط قرمز رد شدید و هیچ بازی به نظر من به اندازه اورکوست 2 نمیتونه دهن این چیترها رو سرویس بکنه، چرا که شما اگر توی بازی اورکوست 2 چیت بزنید، بازی که اول از همه متوجه میشه ولی شما رو بن نمیکنه، نه شما رو به یک سرور دیگه میفرسته که تا آخر عمر باید توی اون سرور باشید، سروری که همه اعضای اون آدمای چیتر مثل خودتون هستن، کسایی که از تقلب یا هک استفاده کردن و حالا توی این سرور افتادن. یه خب همه چی توی اون سخت‌تره، حتی برای اینکه شما بتونید توی این سرور بازی بکنید باید ماهانه پول هم بدید. خب نکته عجیب‌تر میدونید چیه؟ اینکه معمولا پلیر این سرورهای چیتر از سرورهای معمولی بیشتره، چرا که ظاهرا بازی کردن توی اونجا حالش بیشتره. شماره 2 حادثه. یکی از بازی‌های قدیمی پلی‌استیشن که فکر می‌کنم اگر سنتون یکم زیادتر باشه احتمالاً باهاش خاطره دارید، چرا که انصافاً بازی فوق‌العاده‌ای بود. اما خب یه نکته‌ای در مورد این بازی وجود داره. همونطور که می‌دونید شما در طول این بازی می‌تونید به بقیه مردمتون کمک بکنید، اونا رو نجات بدید. اگر از حد بیشتری اونا رو نجات بدید، پایان خوب نصیبتون میشه. شما می‌تونید حتی یه نفر اونا رو هم نجات ندید و بازی رو تموم بکنید که در این صورت پایان بد رو می‌گیرید. اما یه نکته‌ای وجود داره، شما یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید که انصافاً کار خیلی سختی هم هست، اینکه همه اون زندانی‌های بدبخت رو به صورت تصادفی بکشید، آره باعث مرگشون بشید. اگر شما تک تک اونا رو بکشید و بعد بازی رو تموم بکنید، از طرف کاراکتر منفی اصلی بازی یک نامه براتون فرستاده میشه که داره ازتون تشکر میکنه، میگه این کاری که انجام دادید واقعاً سخت بوده و بعد خیلی خیلی ازتون ممنونه. شماره 1 متال گیر سالید 2. اگر شما کوچکترین آشنایی با فرانچایز متال گیر سالید داشته باشید، احتمالاً میدونید که اونا هم از روش‌های جالبی برای تنبیه کردنتون استفاده می‌کنند. مثلا توی بازی متال گیر سالید 2 وقتی کاراکتر شما داره راه میره، اگر پاش بره روی فضله پرنده‌ها لیز می‌خوره. خب میتونه اعصاب خردکن باشه.
شاید بعضیا بخوان این اعصاب خردی رو روی همون پرنده ها خالی بکنن و بعد شروع بکنن به کشتنشون. اگر شما این کار انجام بدید، اول از همه از سمت کاپیتان و بعد از سمت دوست دخترتون روزی باهاتون تماس میگیرن که آقا این کارو نکن، این حیوان آزاریه. ولی شما اگر گوش ندید و همه اون پرنده ها رو بکشید، یا اینکه تعداد زیادیشون، دوست دخترتون باهاتون تماس میگیره و بعد باهاتون کات میکنه. آره دیگه جوابتون رو نمیده، که این یه مشکله. فقط یه راهی وجود داره که شما میتونید این قضیه رو برطرف بکنید، اونم اینه که دوباره باهاش صحبت بکنید و معذرت خواهی بکنید، این رسما بگید غلط کردم تا اون بی خیال بشه. و خب اینم از دیگه امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.